میگن سینمای بعد از انقلاب شکوفا شده. کی میگه اینو؟ فاطمه معتمداریا میگه. چقدر تلخه. واقعیتی هستش که یک زوجی به نام گالوب میان توی ایران و در دهه 50 یه تحقیقی انجام میدن در مورد پایتخت ایران و میزان اینکه خب میگفتن که شبیه پاریس هستش و خیلی زیبا هستش. با اون کنجکاوی میان و شروع میکنن به تحقیق کردن. وقتی وارد کاباره ها میشن و وارد بارها میشن میبینن منحصرا مردهای اونجا نشستن و تنها زنهایی که توی اون کاباره ها و بارها هستن زنایی هستن که دارن میرقصن یا دارن نیمه اوریان حالا حرکات نمایشی در میارن. اما اینکه ما بخوایم بگیم آزادی ها به یک حد یقفی رسیده بوده قبل از انقلاب و همه زنها هم اون رو داشتن نیست. سازمان زنان رو من بگم که توی شورای مرکزیش فقط از 10 نفر 9 نفر مرد بودن و 1 نفر خانم فرخ رو پارسا بوده. این خودش جای فکر داره، فقط میخوام بهش فکر بشه. کله برخی از روشنفکران و جنبش زنان رو باز کرده جمهوری اسلامی، من باورم نمیشه. تخم تحریف رو کاشته و از زبان اونا الان ما 1 ساعت داریم حرف میزنیم. من یه تجربه شخصی خودم میگم. من به عنوان خبرنگار رفتم به جنوب ایران، رفتم به بندرعباس که یه گزارش از یه مسئله دیگر رو یا از یه نشست دیگری رو بیارم برای مجله، برای روزنامه کیهان. اون موقع کیهان کار میکردم. متوجه شدم اونجا که در جنوب ایران هنوز چند سال قبل از انقلاب بوده این قضیه، هنوز دخترها رو ختنه میکنن. این مطلب رو من موقعی که نوشتم مصور کردم، برگشتم به تهران و خواستم مطلب رو در روزنامه کیهان چاپ بکنیم، موافقت نشد. آقای امیر طاهری که سردبیر من بودن هستن، حضور دارن، میتونن هم شهادت بدن. خیلی هم خوشحال شدم موقعی که مطلب بهشون دادم. بعد از اون به من زنگ زدن گفتن که از به ما تلفن کردن که اینو نمیشه چاپ بکنی، این برای کشورهای همسایه موجب آبروریزی ما میشه، داریم یه کاری براش میکنیم. خب نمیشد، نمیتونستی تمام حرفا رو هم بزنی، میخواستی بکنی نمیشد. در اون موقع هم سانسور بود، در اون موقع هم جلوی انسانها رو میگرفتن و به هم به نظر من میاد زنان هم نسل من خیلی راحت پذیرفتم، برای اینکه باید اون میپذیرفت.